بزرگترین سرقت هنری تاریخ، شب جنجالی موزه ایزابلا استوارت در بوستون، 18 مارس 1990. در ساعات ابتدایی 18 مارس 1990، دو سارق با پوشش افسر پلیس وارد موزه ایزابلا استوارت گاردنر بوستون شدند و تنها در عرض 81 دقیقه 13 اثر هنری مشهور با ارزش 500 میلیون دلار را به سرقت بردند. صبح روز بعد، ماموران امنیتی نگهبان موزه را با دست و پا و چشمان بسته در زیرزمین موزه پیدا کردند. نکته عجیب ماجرا اینجاست که تا به امروز هیچ سرنخی از سارقین پیدا نشده و مظنونین هم هر کدام به طرز مرموزی کشته شدند. نقاشی کنسرت اثر ورمیر، 3 تابلو نقاشی اثر رامبرانت، 1 نقاشی از مانه و 5 اثر از ادگار دگا از جمله آثاری بودند که از این موزه به سرقت رفتند. پس از گذشت حدود 30 سال از این پرونده حل نشده، نتفلیکس در مستندی 4 قسمتی با عنوان این یک دستبرد است، بزرگترین سرقت تاریخ به موضوع سرقت پرداخته است. در این مستند که ساخت آن بیش از 5 سال زمان برده، نتفلیکس با بررسی شواهد، مدارک، اسناد و مصاحبه با کارآگاهان مسئول نگاهی جامع به مسئله می اندازد. سرقت آثار هنری موزه ایزابلا استوارت با اینکه بزرگترین سرقت هنری تاریخ محسوب می شود، اما هستند سرقت هایی که پیش از این رخ داده و حتی بیش از این سر و صدا کرده. شاید مشهورترین مورد دزدیده شدن تابلوی مونالیزا توسط کارمند موزه لوفر در 21 اوت 1911 باشد. سال 1934 2 تابلوی قربانگاه گنت که در قرن 15 کشیده شده بودند به سرقت رفت. یکی از آنها پس از مدت کوتاهی پیدا شد، اما قاب دیگری تا به امروز خالی مانده. ردپای هیتلر را می توان در جای قرن 20 مشاهده کرد. او که در جوانی همیشه آرزو داشت یک هنرمند بزرگ باشد، اما ناکام ماند. در زمان اوج قدرتش سعی کرد تا با دزدیدن آثار هنری بزرگ، به خصوص از یهودیان، این کمبود خود را جبران کند. نازی‌ها از 1939 تا 1945 چیزی بالغ بر 10,000 اثر هنری را از صاحبان خود دزدیدند. برخی از آنها در پایان جنگ توسط متفقین بازپس گرفته شد و برخی دیگر در دست مجموعه داران و مؤسسات خصوصی باقی ماند. شاید جالب باشد بدانید پیکاسو هنرمند مورد علاقه سارقان است، کسی که بیشتر از همه در تاریخ آثارش به سرقت رفته.